در ادامه تلاش های ترکیه در خصوص عقب راندن نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا از بخش های شمال سوریه شورای دموکراتیک به رهبری کردها جلسه بررسی خودمختاری شمال این کشور را برگزار کردند نگرانی ترکیه از کردها و حمایت آمریکا از آنها در گزارش شپل عباسی شورای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در حالی آخرین جلسه خود را در خصوص بررسی و اعلام خودمختاری مناطق تحت تسلط کردها در شمال سوریه در عین عیسی در استان رقه برگزار کردند که ترکیه باز هم نگرانی خودش رو از قدرتگیری کردها در منطقه به آمریکا اعلام کرد آمریکا تا کنون واکنشی نشان نداده نیروهای دموکراتیک سوریه متشکل از اقلیت‌های دینی و قومی چون مسیحیان، ایزدیها و عربها در شمال سوریه است که عمده رهبری و نیروهای نظامی آن در اختیار کرد ترکیه یگانهای مدافع خلق بخشی از بازوی نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه را دنبال روی حزب کارگران کردستان میداند و حضور و قدرتگیری آنها در منطقه را به نفع منافع سیاسی خود نمی‌بیند. نیروهای دموکراتیک سوریه در جنگ با تروریسم از حمایت لوجستیکی نظامی و سیاسی آمریکا برخوردارند و این باب میل دولت مردان در ترکیه نیست. علا رغم همه این تنش ها، شورای جدید بررسی اعلام خودمختاری مناطق تحت تسلط کردها در شمال سوریه بدون باستاب خبری برگزار شد. مقامات نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند مشروعیت و قدرت خود را از سوی مردم گرفتهاند و در راستای خواسته آنها پیش خواهند رفت. شپول عباسی صدای آمریکا